بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان محترم، وقتتون بخیر، انشاءالله که سلامت باشید. در جلسه نمیدونم بکنم 14 درس فلسفه تحلیلی خدمت شما هستم. خوشحالم و خداوند متعالش رو گذاری میکنم این که در نمیدونم برای این که ما الان هفته 15 ترم هستیم. به طرز عجیبی هفته آخر ترمه و انگار خیلی زود تموم شد، یعنی خیلی انگار مشخص نشد که چطور تموم شد و چطور گذشت. منطقه من اینجا در نوتی که جلوتون هست نوشتم جلسه 13، دلیلش اینه که یه جلسه خب تعطیل داشتیم و اولین جلسه هم اگه یادتون باشه همون جلسه ای بود که تازه معلوم شده بود که تغییراتی هست و نیازمند هماهنگی بود و خب جزء جلسات در واقع محسوب نشد. اما ما طبق روندی که معمول هست تا جایی که من اطلاع دارم نکته ویژه‌ای اعلام نشده و احتمالاً اینطوریه که هفته آینده کلاس نیست. حالا این چیزی که فکر میکنم اینطوره، اولا که در آمار نگاه کردم برای هفته کلاس ایجاد نشده بود. حالا نمیدونم معنیش اینه که آیا واقعا هست جنس، یعنی آیا واقعا معنیش اینه که نیست یا اینکه حالا اتفاقی اینطور شد. در حال ما مطابق اون چیزی که آموزش اعلام میخواهیم بود اصراری به تشکیل بعدی نداریم، چون درسمون رو به نظرم با توجه به همین شرایطی که وجود داشت تقریبا نکاتی رو گفتیم که حالا تا یه اندازه ای مناسب به یه سری از نکات در واقع رسیدیم. خیلی اصرار نداریم که بحث رو بریم جلوتر، اگه کلاس بود میبریم جلو، اگه نبودن خب دیگه نبود. ما در طول این ترم اگر که بخوایم یه ریویو داشته باشیم که چه کاری انجام دادیم، خب درس شما فلسفه معاصر 2 هست و در فلسفه معاصر 1 ظاهرا بخشی به مربوط به فلسفه تحلیلی نداشتی، چون اگر که دیده باشید در طرح درس شما فلسفه تحلیلی مربوط هست به درس فلسفه معاصر 1، حالا در واقع سرفصل‌ها رو اینطور قرار دادم و ای کاش هم البته اینطور نبود، یعنی ای کاش اینطور بود که در درس فلسفه معاصر در هر همون یک هم دو بخش تحلیلی و بخش دیگر وجود داشت. به هر حال فعلا اینطوره، منتها شما چون در درس فلسفه معاصر یک تحلیل نداشتید الان اینجا داره گفته میشه. یعنی اگر شما فلسفه معاصر یک پاس نکرده باشید و بعدم بگیرید ممکنه که به احتمال زیاد دوباره تحلیلی خواهید شد، حالا هر کسی که اراده. به هر حال ما این بخش مربوط به تحلیلی در واقع بر عهده بنده بود. کاری که انجام دادیم ابتدا یه نگاهی داشتیم به اینکه اولا به چه چیزی میگیم فلسفه و اینکه فلسفه تحلیلی به چه معنایی است، یعنی که وقتی گفته میشه یک گرایشی در فلسفه وجود داره به اسم فلسفه تحلیلی این به چه معنایی است، ریشه هاشو بررسی کردیم، نگاهی به جنبه های تاریخی به طور کلی داشتیم و دستبندی کردیم. به طور خاص آراء فرگه رو، البته عمدتا آراء فرگه در حوزه معناشناسی رو یه نگاهی بهش داشتیم، تمایزی که بین سنس و ریفرنس قائل میشد و تبعاتی که در پی خودش داشت و در همین جریان معناشناسی و مربوط به مباحث اصطلاحا فلسفه زبان بحث رو ادامه دادیم. با راسل آشنا شدیم، البته تلاش کردیم که در حین مطالبی که ارائه میشه اگر نکته ای که لزوما مربوط به فلسفه زبان و معناشناسی نیست اما ممکنه به نظر جالب برسه یا دست کم به نظر بنده ممکنه جالب برسه خدمتتون عرض بکنم. با راسل به هر حال آشنا شدیم و دیدیم که راسل ایده هاش به طور کلی حالا چی هستن. البته اینو چندین بار تاکید کردیم هر کدوم از این فیلسوف ها
میتونن یه کورسی رو به خودشون اختصاص بدن، مخصوصا آدم های بزرگی مثل راسل یا ویتگنشتاین غیره. اما من راسل رو باش آشنا شدیم، منظورم اینه که برخی از دیدگاه هاش رو بر اساس یه نگاه خاص دیدیم، فقط همین. من چیزی بیشتر از این در نظرمون نیست. خب بعد در مورد حلقه دیگر صحبت کردیم، پوزیتیویسم منطقی رو دیدیم که چیه، و به طور خاص برخی از ایده های کارنپ رو و آیر رو دیدیم که برخیشون مربوط بود به همین دیدگاه تجربه گرایی یا تحقیق پذیری یا پوزیتیویسم منطقی که داشتن، برخیش هم جز تبعاتش محسوب میشد. و بعد از اون در طی 3 جلسه در مورد ویتگنشتاین حرف زدیم، ویتگنشتاین متقدم که دیدگاهش عمدتاً چی هستن و چه نگاهی به زبان و جهان داره، و ویتگنشتاین متأخر رو هم، ویتگنشتاین دوم رو هم، تقریبا هر کدوم از این دوتا رو دیگه کنیم جلسه بهشون اختصاص دادیم و مطالب رو در موردش عرض کردیم. اگر اشتباه نکنم ما جلسه گذشته بحث ویتگنشتاینمون ویتگنشتاین دوم تموم شد، فقط یه بخش مختصری فکر کنم اون انتها باقی مونده بود که من دیگه الان نوتش اینجا چیز نکردم، در واقع ارائه نکردم. بحثش فقط در مورد این بود که در واقع شباهتی بود که ویتگنشتاین دوم با ویتگنشتاین اول داشت، و این شباهتی بود که این زبان هست که مشخص میکنه در مورد، یا این زبان هست که، یا بر اساس زبان هست که ما میتونیم مشخص بکنیم چه مسائلی واقعا ارزش پرداختن بهش رو دارن و چه مسائلی شبه مسئله هستن و اینطور نیست. یعنی به بیان دیگه اگر روشن‌تر بگم، اگر که زبان رو آنگونه که هست ببینیم و از قواعدش پیروی بکنیم، از قواعدی که واقعا مربوط به زمان هست در حوزه معنی شناسی پیروی بکنیم، بسیاری از شبه مسائلی که در چیزی به اسم فلسفه دور هم جمع شدن خلاصه دیگه وجود نخواهد داشت. و این ویژگی مشترک خلاصه در هر دو دوره فکری ویتگنشتاین اینه که بیاییم و مرز بین اون چیزهایی که میتونید به نحو معناداری در موردش حرف بزنید و چیزهایی که نمیتوانید این کار بکنیم رو مشخص کنید، و اون چیزهایی که نمیتوانید این کار بکنیم خب انجام ندیم، بذاریم کنار. و اینطوری بسیاری از مسائل فلسفه اگر نه همه محل میشه. در واقع فلسفه از سوء تعبیر زبان یا سوء تعبیر کارکردهای مختلف زبان یا شیوه های مختلفی که از زبان استفاده میکنیم، از سوء تعبیر اینها ایجاد شده مسائل فلسفی. در واقع اینو شبه مسئله واقعی نیستن. و اون جمله معروف رو فکر میکنم انتهای بحث نوشته بودم که مسائل فلسفی وقتی ایجاد میشن که زبان رو به مرخصی میفرسیم، یعنی دیگه کاری باهاش نداریم خلاصه، یا چیزی مثل دیگه توجهی به خود زبان همان گونه که هست نداریم. خب یه خلاصه از اون چه که یه نگاه کلی به اون چه که ما تا الان در اون که انجام دادیم. خب در شرایط ایدئال من فکر میکنم که برای یک دوره مقدماتی از بحث فقهای تحصیل گذار در سنن تحلیلی دست کم دو بحث دیگه باید مطرح بشه، یک تا دهه 50 البته، یعنی این تمام این حرفایی که زدیم اینا مربوط به تا دهه 50، یعنی از زمان فرگه تا مثلا 1950، هم حوالی 1950. یکی از افرادی که، یکی از فیلسوفان مهمی که باید حتما باهاش آشنا شد همین کسی هست که اینجا علامتش رو می‌بینید و این کوایل هست. فیلسوف بسیار تاثیرگذاری است که حالا توضیح خواهم داد به چه معنایی و چه جوری. یکیش کوایله. و یه بحث دیگری وجود داره در مورد گرایشی
تحت عنوان گرایش زبان متعارف یا فلسفه زبان متعارف. این فیلسوف‌هایی هستند که نگاهشون به زبان متفاوته از نگاه فیلسوفان مانند فرگه و راسل و ویتگنشتاین اول به زبان هست. اینها معتقد نیستند که ما منطق رو باید پایه قرار بدیم به عنوان چیزی که قرار ساختار اصلی زبان رو و ژرف ساخت زبان رو به ما نشون بده. معتقد نیستند که منطق رو باید پایه قرار بدیم و زبان رو به منطق ترجمه کنیم و تصمیم بگیریم، بلکه به عکس. اون چیزی که برای ما تعیین کننده است همون زبان متعارفی هست یا متعارفی هست که مردم کوچ و بازار دارن استفاده میکنن. وقتی میخوایم یه چیزی رو بفهمیم یا یک مسئله رو بهش جواب بدیم، باید بریم ببینیم که مردم معمول از زبان چه استفاده، معمولاً مردم عادی که به نوعی نگاه پیشا فلسفی دارن یا پیشا نظریه‌ای دارن در مورد اون مفهوم چطور استفاده میکنن، همون معنای اون مفهوم رو تشکیل میدن و کلا یه نگاه متفاوتی هست. و آدمایی که اینجا هستن مثلا یه کسی مثل استراسون یا آستین و برخی از جنبه های تفکر یه کسی به اسم گرایس و آدم های دیگه اینجا هستن که خیلی تفکرات جالب توجهی دارن که به نظر میرسه در یه دوره مقدماتی دست کمی به طور باید گفت منطقه به دلیل شرایطی که هست و حالا به جز اینکه مجازیه و اینکه ترنگه جلسه دیر شروع شد و ما دیگه تعطیلی هم داشتیم و اینها، و فکر میکنم جزء بخوام شما به اندازه کافی دیگه زیاد شدن جزء دیگه میخوام بهتون ندیم. همین الان اگه بخونید خیلی کار خوبی کردیم. دیگه من یکی از این دوتا رو مجبور شدم حذف بکنم و اون تحذفش کردم، همین فلسفه زبان یا فیلسوفان زبان متعارف یا اون افراد یه فیلسوفانی که در مورد فلسفه زبان متعارف صحبت کردن هست. این بخش رو حذفش کرد. امروز یه چند نکته در مورد کوائن سعی میکنم که عرض بکنم. منطقه این کوائن خیلی دیدگاه های متفاوتی داره و حالا اگه در مورد اگه این حرف در مورد بقیه فیلسوف هایی که باشید آشنا شدید صادق نبود، در مورد کوائن صادقه که اگه بخوام واقعا کوائن بخونید دست کم یه ترم باید کوائن بخونید. بسیار آدم پرکاری است و حوزه کاریش هم خیلی منحصره به یه حوزه نیست، جاهای خیلی زیادی که الان توضیح خواهم داد کانتریبیوشن داشته و دیدگاهاش هم دیدگاه‌های خاصی است. بسیاری از دیدگاه‌هاش مبتنیه یا علیه دیدگاه‌هایی است که در پوزیتیویست‌ها رایج بوده و به طور خاص کارنب که خب این دو تا با هم دوست بودن، کوائن و کارنب و خیلی آدم های دیگه، مثلا استاد تز دکتریش وایت هید بوده، یعنی تز دکتریش رو با وایت هید گذرونده که وایت هید هم میدونیم دیگه کیست. وایت هید یک ریاضیدانیست که با راسل اون کتاب مبانی ریاضی رو نوشتن در سه جلد برای پیش برد اون نظریه منطق گرایی. اگر یادتون باشه اوایل ترم یه اشاره‌ای بهش داشتم در مورد همین فلسفه ریاضی منطق گرایی. خیلی جوانب زیادی رو شامل میشه، ولی فعلا فقط کاری که من میخوام انجام بدم اینه که چند تا اشاره بکنم به کلید به برخی از کلید واژه‌هایی که مربوط به کوائن هست، دیدگاه‌های کار بهتر بگیم متفاوتی که منصوب به کوائن هست و خب در آثارش اومده که حالا خواهیم دید. اینها آقای حاجیان نژاد، من خیلی متعجب از اینجا وقتی در مورد تاریخ زندگی و علمی این اشخاص مطالعه می‌کنیم انگار افسانه بودم.
منظورتون از اینجا چیه؟ از اینجا منظورم این بود که گفتید استاد تز دکتراش وایت هد بوده، یعنی اساتیدشون و محیط تحصیلشون و شرایطشون طوری بوده که از ایران نگاه میکنیم انگار افسانه است اینا. آها، بله 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 واقعا بله، به معنای درسته. شرایط خیلی خاصی، یعنی با اقوا چهره های برجسته فلسفه همراه بودن. استادش وایتهد بوده، دوستش کارنب بوده و با خیلی آدم سرشناسی دیگه دم خور بوده و خب بله به این معنی بوده شما درست. خب من یه آقا برخواد پس این اجمال از این که قرار چه کاری انجام بدیم، قراره چند تا اشاره داشته باشیم به کوهن سال 1908 تا 2000 زندگی کرده، یه زندگی طولانی و تا همین اواخر زندگیش هم کار میکرده و کتاب و مقاله منتشر میکرد. کوهن بخوام یه نگاه کلی، دوره اول دوره ای هست که باقیدتا منطقی است، یعنی حوالی خب انگار یه مشکلی در صدا داریم. خب این صدا از کی داره قطع میشه؟ بعد از اینکه فرمودید این اواخر عمرم مقاله میداد دیگه، بعدش هر چی گفتین قطع شد. آها خب وقت آیا الان صدا عادی شد یا همچنان؟ بله استاد الان عادیه، حالا سر کلاسای دیگه هم گفتم ظاهرا این مثل ماشینای قدیمی یکم پای سر هم صحبت میکنید گرم میشه. آها بعد یه توقفی بهش داد. بله در کارهای کوان اون اگه بخوام یه دستبندی کلی انجام بدیم، سه دوره رو شاید بشه از هم جدا کرد. اینا البته اوورلپ دارن، یعنی اینطور نیست که مثلا بگیم تا سال 1940 مثلا دوره فلانه، نه اینطور نیست که یه دفعه تغییر دوره اتفاق بیفته و خیلی جاهای اوورلپ دارن با هم. اما شاید سی سال یا سی چل سال اول کارهاش کارهای عمدتا منطقی بوده. توی همون دوره منطقی خودش چندین کتاب و مقاله نوشته، ظاهرا حدود 40 مقاله های صرفا منطقی، چون اصلا دکتریش هم در ریاضی بوده، البته تحصیلات فلسفی هم داشته ولی دکتریش در زمینه ریاضی بوده و تا آخر عمرش هم در دانشگاه هاروارد بوده تا زمانی که دیگه نتونست فکر کنم تدریس کنه اونجا بوده. و اصلا چند کتاب در مورد منطق داره که اینجا آوردم، منطق ریاضی 1940، 1941 مبانی منطق، 1944 مفهوم منطق جدید. و خب یه دوره ایست که در این دوره عمده کارهاش کارهای منطقی هست. در دوره دوم کارهای میشه به یه آثاری اشاره کرد، مثل در واقع یه کتابیست که مجموع مقالات تحت عنوان From a Logical Point of View. تعدادی مقاله اینجا بیشتر عمدتا میشه گفت نوشته و این مقالات هم به های معناشناسی داره، معناشناختی داره یا معناشناسانه داره در خودش، که اینا منظورمون چیه و چه ایده هایی در خودش داره. و بعد از اون، بعد از این همین مثلا حوالی 1955 بعد دیگه کارهاش بیشتر جنبه معرفت شناسی داره یا جنبه های معرفت شناسانه در خودش داره. حالا اینها رو توضیح خواهم داد. ما با قسمت منطقی کارهاش کاری نداریم، اون جایی که برای ما مهمه دیدگاه هایی هست که دیدگاه هایی از کوهن هست که در مورد معناشناسی و معرفت شناسی مطرح میشه و به تبع اون هستی شناسی رو هم در بر میگیره. یعنی شما وقتی که معناشناسی کوهن رو ببینید
و معرفت شناسی کوانتوم رو ببینید، در حوزه متافیزیک هم ناگزیر میشید خیلی چیزها رو نپذیرید و خیلی چیزهایی رو بپذیرید که شاید معمول نباشه. همونطور که برای عرض کردم اینجا هم آوردم، این قسمت مهمی یا اینطوری بگیم که تأثیر مهمی داشته حلقه وین در شکل‌گیری آراء کوانت. خودش رو دزدی از حلقه وین نمیدونستن، اما به طور خاص به خاطر دوستی که با کارنپ داشته و دیگر اعضای البته حلقه وین، تأثیر زیادی روی ایده خاش داشتن و شاید مهمترین تأثیری که روی دیدگاهش داشتن این بوده که دیدگاه پوزیتیویستی رو رد کرده. یعنی کوانگ یه فیلسوفیه که البته تجربه گراز خودش به یه معنی خیلی حالا عام بهتر بگیم در معنی عام کلمه تجربه گراز، اما تجربه گرایی پوزیتیو به معنای پوزیتیویستی رو رد میکنه در یه مقاله معروفی که اولا این شاید یکی از پنج معروف مقاله جهان باشه، همین مقاله دو حکم جزمی تجربه گرایی، مقاله بسیار بسیار مهم تاثیرگذار و معروفی، خیلی خوانده شده در همون مجموعه اورقانون به همراه یکی دیگه از مقاله های کوان اونجا ترجمه هست اگه بخواد، مقاله خوبیه. اما این نکته مهمی که کوان همچنان تجربه گراست و همچنان این ایده رو داره که از جزئی یا چیزی مثل علوم بشه، به معنی که توضیح خواهم داد که یعنی چی. اما به هر حال پوزیتیویست ها رو نقد میکنه و این نقد کوانگ بر پوزیتیویست ها اینقدر قوی هست که برخی معتقدن کوانگ در واقع قاتل پوزیتیویست هاست، منظور البته ایده پوزیتیویستی است به اون معنی که دیگه میگیدیم تحقیق پذیری ملاک معناداری است و تمایزی که بین گزاره های تحلیلی و ترکیبی داشتن و اون دیدگاه عمدتا پدیدارگرایانه ای که در اونها بود، همه اینها رو کوانگ نقد و رد میکنه. برخی از آثار کوانگ رو من اینجا آوردم، From a Logical Point of View، Word and Object، اینها کم و بیش ترجمه شده به فارسی، واژه و شی، Theories and Themes، و مثلا ببینید سال 1990 کوانگ 82 سالشه و این کتاب جستجوی حقیقت، حالا مثلا پی حقیقت یا در جستجوی حقیقت چاپ کرده. یک کتاب دیگه هم دست کم تو جایی که من میدونم 1995 فکر کنم دار، یعنی در سن 87 سالگی به که چقدر آدم پرکاره و در همون سالی من 40 تا مقاله داشت و 4-5 تا کتاب فقط، اینا تازه معروف باشه، آدم بسیار پرکار است خلاصه. در واقع میشه به قول آقای حاجیان نژاد یه بخشی است از همون افسانه ای که استادش اون بود و دوستاش اینا بودن و این کار رو کرده و خب خیلی هم جالب. به هر حال ما الان کاری که میخوایم انجام بدیم توی این وقت کمی که داریم، فقط یه اشارهی میخوایم بکنیم به جمع به برخی از جنبه های فکری کوانگ. یه نکته جالبی که در مورد کوانگ وجود داره اینه که در فلسفه کوانگ میشه تناقض پیدا کرد یا ناهمخوانی هایی، بهتر اینطوری بگیم میشه ناهمخوانی پیدا کرد، اما اگر شما کل فلسفه کوانگ رو بذارید کنار هم، انگار داره یه سیستم فکری شما میده، انگار داره یه نحوه ای از نگریستن به جهان داره به شما میده، یه نحوه ای از نگریستن به مسائل داره به شما میده، جایگاه علوم رو مشخص میکنه و چیزیست که در واقع در فلسفه تحلیلی خیلی کم اتفاق میفته. در فلسفه تحلیلی ما فیلسوف هایی که هستن اینها خیلی مسئله محورن، یعنی اینطوری نیست که تلاش کنن یه نظریه ای برای تبیین هر چیز داشته باشن، یه نگاهی به جهان که کلا جایگاه انسان چیه و چه کارهایی باید انجام بده و چه کارهایی میتونه انجام بده و چیزی مثل
همچین نگاه کلی وجود نداره. اما کوان نگاهش این شکلیه، مجموعه کارهاشو که ببینیم اگر میشه که چنین چیزی رو درش دید. حالا خودش هیچ وقت تلاش نکرده که چنین کاری بکنه، ادعایی به این معنی هم نداشت و عرضم کردم در مطالبش ناهمخوانی هایی هست در آثاری که داد، اما مجموعه کار اگه بذاریم کنار هم انگار میشه یه چیزی ازش استخراج. و خب این خیلی جالب. یکی از مؤلفه های مهم در اندیشه کوان دیدگاهی هست تحت عنوان طبیعتگرایی یا نچرالیزم. خب طبیعتگرایی رو احتمالا میدونید یعنی چی، و این دیدگاهی است که جاهای مختلفی قائلی میداره، مخصوصا بعد از این نگاه داروینی به جهان و به انسان. دید طبیعتگرایی حالا با قرائت‌های بسیار مختلفی روش پیدا کرده، الان هم خیلی از فیلسوف‌ها طبیعتگرا هستن، اما به طور خاص دیدگاه کوین حداقل تا جایی که من دیدم تا زمان طبیعتگرایی به این شکل ما در فلسفه نداشتیم. برخی جنبه ها مشترکه، یعنی کوین هم مثل همون چی که در اعضای حقیقی هم میدیدیم معتقده که علم تجربی قابل اعتماده و سایر علوم اینطور نیست، و اگر ما چیز دیگری داشته باشیم که در واقع علم تجربی نباشه، اون این در واقع اساسا علم نیست و نمیتونه به شما واقعیت، نمیتونه برای شما واقعیت رو توصیف بکنه. معنایی که البته کوین از علم در نظر داره یک معنای موسعه، یعنی ساینس منظورش از علم تجربی مثلا فقط فیزیک نیست به این معنی. از نظر کوان روانشناسی هم یه ساینس، جامعه شناسی هم یه ساینس، تاریخ هم یه ساینس، علم، و اینطور نیست که اینا رو باید بذاریمش کنار و خیلی چیزهای دیگه هم میتونه علم محسوب بشه. این البته یه سوالیه که پس اینجا ملاک علم بودن چه، چون ما تاریخ به اون معنی مشخص روشن تجربی نیست، به یه معنی دیگه تجربی هست اما به یه معنای دیگری، به معنای غیر از اون چه که مثلا در علم فیزیک میگیم روشن تجربیه، اینجا فرق میکنه. ولی حرفی که به هر حال کوان برای اینجا بزنه اینه که اگر قرار به همین معنی موسع که خیلی هم معلوم نیست چیه، اگر قراره که علمی، اگر قراره چیزی برای ما بتونه واقعیت رو توصیف بکنه، اون علم تجربیه. حالا جدای از ابهامی که وجود داره، به طور خاص فلسفه علم تجربی نیست. حالا دست کم اینو میبینیم که فلسفه هرچی که باشد علم تجربی نیست. یه جاهایی از فلسفه هست که اون جاها به نوعی موضوع مشترکی وجود داره بین فلسفه و سایر رشته های دیگه که رشته های دیگه علم محسوب میشن از نظر کوان. مثلا بین مسائل معرفت شناسی در فلسفه و روانشناسی موضوع های مشترکی وجود داره، یا در واقع جنبه های مشترکی بین این دوتا وجود داره. یکی از حالا نقاط خیلی مهم در واقع جایی که کوان تصریح میکنه به طبیعت گرایی، یه مقاله ای هست تحت عنوان مولوژی ناتورالایزد یا معرفت شناسی طبیعی شده، یا البته خب اگه بخوام اینطوری ترجمهش کنیم میشه ترجمه naturalized epistemology، در واقع معرفت شناسی مثلا بگیم به گونه ای طبیعی شده، مثلا اگه همچین اینجوری اگه بخوام ترجمهش بکنیم. اما به هر حال کاری که اونجا میخواد بکنه اینه که میخواد بگه اساسا چیزهایی که شما در فلسفه به دنبالش هستید در مباحث معرفت شناسی، این که معرفت چیه، توجیه چیه، چه باوری موجهه، چه باوری عقلانی است، چه باورهایی رو باید اخذ بکنیم، این که نمیدونم ساختار توجیه چطوری، هر مسائل کلی که در معرفت شناسی وجود داره، اینا رو شما باید برید در روانشناسی و در واقع
معرفت شناسی اساسا یک شاخه است از روان شناسی و شما دارید به یه نحوی بهش میپردازید که در واقع موجه نیست، چون روشتون روش علمی است. حرفایی که دارید میزنید به شما علم نمیده، به شما توهم میده، توهم زاست و فکر میکنید دارید در مورد چیزهایی حرف میزنید و نتایج رو هم به دست میاد، ولی در واقع اینطور نیست. به طور خاص این معرفت شناسی به این شکل که ما به عنوان یه فاعل شناسا بیاییم و حدود و ثغور معرفت رو شناسایی بکنیم، این که به چیزهایی میتوانیم معرفت داشته باشیم و همین که عرض کردم و میدونیم این که کدوم باورها موجهه و غیره، این نگاه به این شکل در سنت دکارتی مطرح شده که شما رو یه چیزی بیرون از جهان داره تصور میکنه و در مورد خودتون و جهان دارید حرف میزنید و مثلا معرفت رو مسائل مربوط به اون رو بررسی میکنه. این دیدگاه کلا باید کنار گذاشته بشه و ما فقط باید بپردازیم به روانشناسی است اینجا در مورد مسائل معرفت شناسی و دیگه ما نباید بیاییم بررسی بکنیم که مثلا کدوم باور موجه هست یا نه. ما فقط باید بیاییم نگاه بکنیم و این رو توصیف بکنیم که باورهای ما چطور ایجاد میشن، بعد تحت چه پروسه ای و در چه فرایندی مثلا من باور میارم به این که نمیدونم خداوند وجود داره. حالا یه مثال بولد بزنیم که معلوم شه چقدر میتونه مهم باشه. این چی داره این باور در من ایجاد میکنه به لحاظ روانی ها؟ یعنی میگه اصلا شما که دارید دنبال توجیه میگردید دارید کار اشتباهی میکنید، بعد به لحاظ علمی بررسی بکنید که چطور شما همچی باوری کسب میکنید، چه پروسه روانی داره طی میشه که شما به این باور میرسید. در مورد زبان هم همینطور، یعنی در حوزه معناداری شما دارید مثلا اونجا در مورد این حرف میزنید که چه واژه‌های معنادار هستن و اینکه معنا چیست و مفاهیم مختلف فلسفی که مثلا ضرورت یعنی چی. ما در فلسفه مفاهیم که داریم اینا کلید واژه فلسفی هست دیگه، معنا، ضرورت، اندیشه، باور، حالا اینجا ما آوردم تجربه، مثلا معرفت، اینا کلید واژه های کار فلسفی است. یعنی هر کار فلسفی که ببینید اینا توش هست، یا در مورد باور یا در مورد حالا مثلا اگه دید اینا کلید واژه های متافیزیکیش مثلا ضرورت فقط متافیزیکی میتونه چیزایی مثل جوهر، نمیدونم عرض، مثل شیء از آن خود، نمیدونم پروپرتی، چیزای بحثای مربوط به متافیزیکی، چیزایی که در اون حوزه هست همه رو بیاریم. اینا از نظر کوان اینا یه سری مفهوم مبهمن که علل اصول نمیتونن یه بخشی از اون علم جدی در واقع سیریوس ساینس اون علم جدی محسوب بشن. علم جدی یعنی چی؟ علم جدی اینجا یعنی علمی که میتواند واقعیت رو توصیف بکنه، این امکان رو داره که به ما بگه چه چیزهایی حقیقی هستن. فلسفه این قابلیت رو نداره و یکی از مشکلات جدیش همین مفاهیم نیست که حالا چه مفاهیم معرفت شناختی، چه معنا شناختی و چه هستی شناختی، اینها همگی یه سری مفاهیم مبهمن و اصلا جایی ندارن در این جریان ساینس. و در واقع اون کاری که شما میکنید، حالا اینجا به طور خاص بحث در مورد معرفت شناسی است، اون کاری که شما در معرفت شناسی میکنید برای اینکه در مورد شرایط موجه بودن باورهاتون صحبت کنید، این اساسا به هیچ نتیجه مفیدی نخواهد رسید. و کاری که شما باید بکنید اینه که معرفت شناسی رو تعطیل کنید، در واقع یه شاخه از روان شناسی باز بکنید و برید به این مفاهیم مربوط به باور هست. کاری که رو بکنید فرق بکنید دیگه، باور این هم نیست. مسائل فرق ایجاد میشن، فرقهای باری به یه روان شناختی که مثلا قابل قبول هستن یا نیستن و همه چیزایی مثل. ما باید یه پژوهش خلاصه توصیفی داشته باشیم از فرایندهای شناختی.
اون چیزی که در معرفت شناسی انجام میشه اینا جنبه های هنجاری هم داره. مثلا ما میگیم که فرض کنید برای اینکه باور شما موجه باشد باید مثلا شاهد داشته باشید، باید دلیل داشته باشید، یا چیزی مثل اونجا داریم نکات هنجاری میگیم، هنجاری یعنی نورماتیو داریم میگیم، یعنی میگیم که باید یه سری کاری رو انجام میشه. بحث پایینه که ما در علم اصلا این کار باید و نباید نداریم، ما فقط توصیف داریم، فقط میگیم که این فعلی داره اتفاق میفته. و الان توجه کنید که بحث این نیست که خوبه باید داشته باشیم یا نه، خوبه که هنجار داشته باشیم یا نه، بحث کوینه که نمیتوانیم داشته باشیم و تنها چیزی که میتونیم بهش تکیه بکنیم همین ساینس هست و پژوهش هایی هست که جنبه توصیفی دارن. ولی به طور خاص در مورد معناش در مورد معرفت شناسی مربوط میشه به توصیف فرآیندهای شناختی. خب این یه دیدگاه کلی است در مورد طبیعت گرایی. یعنی اگه بخوام اجمالا بگیم که طبیعت گرایی یعنی چی، یعنی که مسائل رو فقط به لحاظ طبیعی بررسی بکنیم، یعنی ادعا البته کلی تره اینکه مسائل غیر طبیعی به معنی یعنی که از نیچر نباشد، اون چیزی که داره در طبیعت اتفاق میفته اینا غیر واقعی هستن، میشه نمیشه، همه اینا رو باید بذاریم کنار. خب احتمالا آشنا هستید با دیدگاه های داروینی که خیلی قرائت های مختلفی از طبیعت گرایی وجود داره در مورد چیزهای مختلف، اما اون گرایشی که در فلسفه جریان داره و نگاهی که شاید به فلسفه وجود داشته باشه به طور خاص در مورد معرفت شناسی و مسائل معرفتی تا اندازه زیادی میتونیم بدون اغراق بگیم که حاصل از نگاه کوائن هست به ماجرا. و خب در دوره خودش یه چیز کاملا حالا انقلابی یا شازی در میشه در نظرش گرفت، پیش از اون نیست همچین نگاه. عرض میکنم این نگاه پوزیتیویست ها وجود داره، علمگرایی هست، اما طبیعتگرایی غیر از علمگرایی است به اون معنی مشخصی که مثلا نزد پوزیتیویست ها یا افراد دیگری حتی در قرن 19 هم وجود داشت. به این معنی این براش یه نکته خاصی هست، یه نواقه ویژگی های منحصر به فرد، که البته باید کل نظام فکری ببینید دیگه. الان مؤلف های دیگر هم که توضیح بدم شاید این مشخص تر بشه. در مجموعه فکری کوائن اگه نگاه بکنید طبیعت گرایی پیش از اون به این معنی سابقه نداره. خب این از یه عنصر، یه مؤلفه تفکر. اون مؤلفه دومی که میشه از کوائن بهش اشاره کرد نقدی هست که یا نقدهایی هست که بر تفکر پوزیتیویستی دار، که اینا عمدتا در یه مقاله ای، یعنی برای اولین بار در یه مقاله ای که در سال 1951 چاپ شده، بعد در کتاب 1953 هم اومده. دو حکم جزمی تجربه گرایی است، تو دوگماس آف امپریسیزم، دو حکم جزمی تجربه گرایی. و منظور از تجربه گرایی چه تجربه گرایی است؟ تجربه گرایی به معنی حقیقی یعنی است، چون خودش هم عرض کردم به معنی موسع کلمه خودش هم تجربه گراست، کن وقتی طبیعت گراست یعنی تجربه گراست، اما به معنی پوزیتیویستی تجربه گرایی نیست و اون رو نقد میکنه. نقدهاش هم خیلی مهلکه، منتها این نقدها رو دیتیلش رو الان نمیشه گفت، یعنی وقتی که اصلا ما نداریم و خیلی باید دقیق جزئیاتش رو توضیح بدیم، ممکنه خیلی الان من چیزی که میگم روشن نباشه که دقیقا نقدش چیه، برای همین فقط یه اشاره میکنم که چه چیزی رو نقد میکنه. اما که چگونه نقد میکنه دیتیلش رو اگه دوست دارید تو منابع میتونید ببینید، جزئیات شاید خیلی توی این شرایط قابل توضیح و به گونه‌ای که مفید باشه نیست. خب ما در دیدگاه پوزیتیویستی دیدیم که یه تمایزی خیلی نقش مهمی داره بازی میکنه، تمایزی که میان گزاره‌های ترکیبی و تحلیلی در نظر گرفته شده. خب اینجا یه سری گزاره‌ها ترکیبی هستند، یه سری گزاره‌ها تحلیلی هستند. ملاک معناداری ما
تحقیق پذیری است. بعد این سوال پیش میاد که خب پس اداره های ریاضی و منطق اینا که تحقیق اینا که تحقیق پذیر نیستن، پس معناداریشون چی میشه؟ اون وقت بحث اینجایی میشه که نه، یه سری گزاره های ما گزاره های تحلیلی هستن، یعنی که صدقشون صرفا یک مربوط یا وابسته است به ویژگی های زبانی. اینکه معنای واژگان چه چیزی باشه باعث میشه که اون واژگان شما، اون جملات شما صادق باشن. اینا میشن گزاره های تحلیلی. یه سری گزاره ها گزاره های ترکیبی هستن، یعنی دیگه مربوط به زبان صرفا نیست، مربوط به اون فکت هایی هست که در جهان خارج داره اتفاق میفته و اینا فرازبان نیست و در تجربه ما میتونیم اینا رو چک بکنیم. حالا ملاک معناداری ما برای گزاره های ترکیبی است، نه برای گزاره های تحلیلی. گزاره های تحلیلی معنا دارن به واسطه معنای واژگان و به همون معنی که میدونیم ضرورتا صادقن و غیر. برای این تفکیک تفکیک مهم است، یعنی یک از پایه های اندیشه تحقیق یا اندیشه تجربه گرایی به معنی پوزیتیویستی کلمه است. کاری که کوهن میکنه چیه؟ کوهن نشون میده که به نحوی قانع کننده نشون میده که این تمایز تمایز مشخصی نیست. نشون میده که اینطور نیست که بشه بر اساس یه معیار مشخص گفت که چه جمله این ترکیبی است و چه جمله این ترکیبی است. این نقدش رو همین عرض میکنم که دیتیلش رو نمیگم، الان بهش اشاره خواهم کرد، اما دیتیلش رو کاری باش نداریم که دقیقا چه کاری انجام میده، اما این رو نقد میکنم و این رد میکنم به نحوی قانع کننده که این تمایز بین گزاره های تحلیلی و ترکیبی وجود نداره. بنابراین اصل ماجرای شما که همون اصل تحقیق پذیری است که ملاک معناداری شما رو تشکیل میده، این نمیتونه اون کاری که باید انجام بده رو به درستی انجام بده. و البته جایگزین خودش هم یک نوع تجربه گرایی کلگرایانه هست، یعنی نگاه کلگرایانه داره به ماجرا که حالا این الان توضیحش میدم. این پس یکی از چیزهایی که کوهان در این مقاله نقد میکنه همین تمایز گزاره های تحلیلی و ترکیبی است. در این مقاله دو حکم جزمی تجربه گرایی، یکیش اینه، حکم جزمی یعنی حکمی که چیزی رو ادعا کرد ولی جزمیه، ازش به خوبی دفاع نشده، فقط میگیمش، میگه اینطوریه، اینو داره رد میکنه، بنابراین بنا داره فرو میریزه. یه چیز دیگه که نقد میکنه و اونم خیلی نقد کارایی است، این هست که یه سری گزاره‌ای وجود داره. یادتون بیاد دیدگاه پدیدارگرایی رو، چیزی که نقد میکنه اینه که یه سری گزاره‌ای وجود داره که ما میتونیم به واسطه داده‌های حسی سنس دیتا اینا رو صدق و کذبشون رو بررسی بکنیم. تقریبا همه افرادی که دیدیم، حالا همه نگیم ولی خیلی از افرادی که دیدیم همچین ایده‌ای داشتن، ویتگنشتاین داشت، راسل داشت، هر ویبیانی هم داشتن که نگاه اتمیستیک هست. شما یه سری جملات اتمیک داری، این جملات اتمیک صدق و کذبشون چجور معلوم میشه؟ از طریق تجربه. بعد بریم ببینیم که آیا چک کنیم ببینیم واقعا اینطور هست یا نه، بر اساس فکت های اتمیک صدق و کذب اینها مشخص میشه. بقیه جملات چطور؟ بر اساس منطق مشخص میشه. قوانین منطق به ما میگن که جملات مرکب به واسطه صدق و کذب جملات اتمیک آیا صادق هستن یا کاذب هستن. کاری که کوهن میکنه و نقد کوهن اینه که این اصلا غیر ممکنه که شما بتونید یه جمله ای داشته باشید و این جمله شما بر اساس و این تک جمله شما، یه جمله ای که حالا جمله اتمیک هست، بر اساس جهان و اون چیزی که تجربه داره به شما میگه رد بشه یا تایید بشه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که وقتی شما مثلا قصد کنید یه گزاره داری، من یه مثال خیلی ساده بزنم که فقط ماجرا روشن بشه، یعنی
یه گزاره خیلی کلی دارم مثال میزنم. فرض کنید شما یه گزاره دارید و اون اینه که آب در 100 درجه به جوش میاد. خب اینو شما اگه رفتید یه جایی در شرایط متعارفی آب در 100 درجه به جوش میاد. حالا فرض کنید که شما رفتید یه جایی در شرایط متعارفی و این آزمایش رو انجام دادید، دیدید که آب در 100 درجه به جوش نیامد. یعنی اتفاق نیفتاد. خب چی میگید؟ آیا بلا فاصله میگید که پس این اشتباهی که آب در 100 درجه به جوش میاد؟ این کار رو نمی کنید. میگید که نه، ممکنه که ابزار من خطا داشته یا ممکنه که یه چیزی اینجا دخیل بوده، مثلا اون ظرفی که من استفاده کردم یه مشکلی داشته، نمیدونم اون ابزاری که برای اندازه گیری بوده یه مشکلی داشته. وقتی شما یه اتفاقی میفته اینطور نیست که یه تک گذاره داشته باشید که اون تک گذاره رو بخواید رد بکنید یا تعریف بکنید. شما یه مجموعه ای از جملات دارید و یک مجموعه ای از مفروضات دارید که اینا با هم دیگه دارن کار میکنن. مفروضات شما اینه که ابزارتون دقیقه، ظرفتون مثلا به درستیه، نمیدونم حرارتتون مشکل نداره و هر چیزی که مشاهده کننده ای که شما باشید سالمید و خیلی مفروضات دیگه. یه مجموعه ای از مفروضات وجود داره که یه حکم که میشه یعنی وقتی که یه مشکلی پیش میاد هر کدوم اینها ممکنه منشأ این مشکل باشن یا ممکنه که دچار خطا باشن. حرف کوهن اینه که شما یه تک جمله رو فرض کنید، یه جمله اتمیک داری، میخواد برید اینو چکش بکنید، میخواد سه کیس میشه بررسی بکنید. هیچ وقت تجربه نمیتونه به شما در مورد صد و کذب یه تک جمله حرف بزن. چرا؟ چون این تک جمله در یه شبکه ای از باورها قرار گرفته و مبتنی بر مفروضات بسیار است. اگر جایی به مشکل برخوردید هر کدوم از این مفروضات و هر کدوم از این باورها ممکنه دچار مشکل باشن. شما نمیتونید مستقیما بگید که این باور مثلا اشتباس یا صادقه یا کاذبه و جایگزینش بکنید یا ردش بکنید. این کار غیر ممکن. حالا این دیدگاه، یعنی همین دیدگاهی که عرض کردم، شما وقتی یه تک جمله دارید نمیتونید این رو بررسی بکنید، دیدگاهی هست که گفته میشه بهش دیدگاه کلگرایی، هولیزم، دیدگاه کلگرایی کوانت به این معنی. یعنی شما همیشه یه کل دارید، یه نظریه دارید که اون نظریه شما میتونه رد بشه یا تایید بشه، ولی هیچ وقت تک جمله ندارید. اگر نمیدونم در فلسفه علم احتمالاً انتقادی شبیه اینو دیدید، حالا به بخش این همچین مطلبی اونجا وجود داره و احتمالاً اینو اونجا دیدیدش. اما کوان اینجا استفاده ای که ازش میکنه، البته کوان در فلسفه علم هم از این استفاده میکنه، اما استفاده ای که کوان ازش میکنه اینه که اون چیزی که بر اساس تحقیق پذیری گفته میشه که صدق و کذب جملات رو در واقع معناداری جملات به واسطه همین بررسی شرایط صدق و کذبشون هست، اصلا این غیر ممکنه که شما بتونید تک جملات رو صدق و کذبشون رو اینطوری بررسی بکنید. این غیر ممکنه. کاری که شما میتونید بکنید اینه که یه کل رو در نظر بگیرید، همیشه با یه کل مواجهید. میتونید بگید که یه مجموعه ای از باورها تایید میشه یا رد میشه، ولی تک جمله ها رو نمیتونید این کار رو انجام بدید. خانم معینی، ببینید ساختار خیلی معلوم نیست که یعنی چی. یعنی منظورتون از ساختار مثلا فرم در کنار هم قرار گرفتن باورها، بهتر بگید ساختمان، نگید ساختار. یعنی فرمش رو کار ندارید، کلن مجموعه باورهایی که طبیعتاً یه فرمی هم دارن دیگه، اما اینا یه مجموعه ای هستن که شما چکش میکنید. هیچ وقت تک باورها رو نمیتونید چک بکنید که صادق هستن یا نه. این دو تا نقد خلاصه اجمالاً کنار هم که قرار گرفتن و این دو حکم جزمی تجربه گرایی که یکی اون تحلیلی ترکیبی بود و یکی این که دیدگاه گاهی بهش گفته شده فروکاست گرایی، دیدگاهی که شما میتونید گزاره هاتون رو تحویل ببرید به جملات اتمیک و بعد در اون اساس صدق و کذبشون رو چک بکنید، رد میشه توسط کوان و در واقع میشه گفت که ساختمان
نگاه پوزیتیویستی اینطوری فرو میریزه، چون دو تا مؤلفه خیلی مهم هستن در نگاه پوزیتیویست ها. و خب نقد های کوان عمدتا هم پذیرفته شد و مورد قبول واقع شد. مؤلفه سوم همونطور که یه نکته فقط بگم، این نگاه کوان به ماجرا یعنی طبیعتگراییش و این ایده ای که در مورد عدم امکان تفکیک بین گزاره های ترکیبی و تحلیلی بیان میکنه، منجر به این میشه که حتی گزاره های ریاض و کلگراییش یعنی این مجموعه ستا این نتیجه رو در برداره که حتی ریاضیات و منطق هم قابل تجدید نظر هستن، یعنی ریوایزبل هستن. این طور نیست که اینا صدق های ضروری باشن. اصلا ضرورت که البته مفهوم چیزیست، اما به اون معنی که ما میفهمیم ریاضیات و منطق دیگه صدق های ضروری نیستن. اینا یه نقشی دارن بازی میکنن در یه شبکه ای از باور و یه کل رو دارن تشکیل میدن. ممکنه یه روزی اینا تغییر کنن، ممکنه کل تغییر بکنه و گزاره های دیگری به عنوان گزاره های صادق ریاضی پذیرفته بشن. در واقع این اصطلاح ریوایزبلیتی یا تجدید نظر پذیری قابل تجدید نظر بودن در مورد گزاره های ریاضی و منطق هم برقراره و اونا رو هم میشه تجدید نظر کرد درشون، چیزهای دیگه جایگزین بشن. چون یه بخشی هستن از این شبکه از باور که مجموعشون ممکنه رد بشه و ممکنه ما چیزی دیگری رو بیاریم بجای. و خب اینم یه نکته خیلی مهم است در تفکر کوان. و در مورد کوینگراییش بله این عرض کردم، حالا همین داشتم جملات زبان وقتی که به تنهایی و منفرد بهشون نگاه بشه متضمنه یه تجربه خاصه در تجربه نیستن. چیزی که در تجربه میتونیم بررسیش بکنیم یه کل از جملاته یا یک نظریه است، یا خب نظریه هم در واقع یه کلیست از جملات و بنابراین صدق یک ادعای مشخص رو نمیتونیم به واسطه تجربه، صدق یا کذبش رو نمیتونیم به واسطه تجربه تعیین بکنیم. و یعنی که ملاک معناداری پوزیتیویستی کار نمیکنه و در واقع نگاه پوزیتیویستی به امور نگاه مقبولی نیست. خب حالا وقتی هم داریم، بله خوشبختانه 5 دقیقه وقت داریم، در حد این که من این بگم یه نکته دیگری از کوان هست، البته این کلید واژه ها بیشتر ها در مورد یعنی نکات دیگری هم وجود داره. آخرین نکته که من اینجا آوردم این هست که حالا شاید شنیده باشی، معروف هست به عدم تعین ترجمه. حرف چیه؟ حرف اینه که بذارید من اول ماجرا رو یک قصه ای تعریف کنم. فرض کنید که شما رفتید و یه قبیله ای رو پیدا کردید که این قبیله برای اولین بار هست که باهاشون مواجه میشید، یعنی هیچ تشابه فرهنگی در واقع قبیله مرزدی بودن. مثلا فرض کنید یک کسی از مریخ پا میشه میاد روی زمین، یعنی کاملا در یه فضای متفاوتی وجود داشته و میخواد با اینا ارتباط برقرار بکنه. بعد میبینه که مثلا فرض کنید توی یه دشتیست، یه جنگلی جایی هست، میبینه که یه خرگوش از یه گوشه میپره بیرون و چیزی که ما بهش میگیم خرگوش میپره بیرون. بعد توی این قبیله که شما رفتید یا حالا اون فردی که از مریخ اومده، شما به عنوان کسی که ساکن زمین هستید مثلا به این خرگوش اشاره میکنید، میگید خرگوش، اون قبیله به این خرگوش اشاره میکنن میگن گاوا گای. این معروف شده در فلسفه یه کلمه ایست، گاوا گای، اشاره میکنه به این کلمه برای اشاره میکنه به خرگوش، میگه ای گاوا گای. بعد حالا میخوام ببینید که شما چطور میتونید بفهمید که
معنای گاواگای چیه؟ حرف اینه که هیچ وقت نمیتونید بفهمید. یعنی این عدم تعین ترجمه، ترجمه یعنی در واقع اینکه از یک زبان به یک زبان دیگری. این ترجمه البته ترجمه ریشه‌ایه، رادیکال اینترپریتیشن، یعنی که شما میخواید از یه زبانی که هیچ تشابهی با زبان شما نداره چیزی رو ترجمه بکنید. میبینید که آدم های این زبان یه خرگوش اومده گفتن گاواگای. خب از کجا بفهمیم یعنی چی؟ ممکنه بگیم که خب نه این معلومه دیگه، خرگوش اومده گفته گاواگای، گاواگای یعنی خرگوش. اما از کجا معلوم که مثلا منظورش گوش خرگوش نباشه؟ مثلا فرض کنید به عنوان مثال، یا فرض کنید این خرگوشه که اومده بیرون خرگوش سفید مثلا بوده، از کجا معلوم که گاواگای یعنی خرگوش سفید نه خرگوش؟ مثلا خرگوش اگه سیاه باشه، نه خرگوش سیاه داره میاد، مثلا خرگوش یه رنگ دیگه اگه داشتیم مثلا اسمش داوادای بود، مثلا یه چیز دیگه بود، یه اسم دیگه ای داشت، یا هر در واقع یا اونطوری هم هست. یعنی مثلا شما احتمالا میدونید که در زبان عربی برای انواع مختلفی مثلا شطور واژه‌های مختلفی وجود داره. وقتی یه نفرش پیدا میشه شما میگید که این یه واژه خاص رو میگید، از کجا میدونید که این معنیش چیه؟ اینو از کجا میفهمید؟ ممکنه بگید که خب نه شرایط رو هی تغییر میدیم، در شرایط مختلف چک میکنیم و چه اشتراکش رو میگید. مسئله ای که هست اینه که این شرایط متناهی نیستن، یعنی شما هیچ وقت نمیتونید همه شرایط رو چک بکنید. و وقتی که طرف رو همین مثال ساده یه خرگوش اومده بیرون و بهش گفته گاواگای، هیچ وقت نمیتونید بفهمید که این گاواگای یعنی خود خرگوش، یعنی مثلا یا خرگوشی که مثلا پریده رو اومده، یا خرگوشی که ترسیده مثلا، یا خرگوشی که سفیده، یا خرگوشی که صبح‌ها در جنگل دیده میشه، یا مثلا خرگوشی که گرسنه است. خیلی قید قیدهای مختلفی میشه بیسن و این معلوم نمیشه. خلاصه یعنی شما هیچ وقت نمیتونید بفهمید که این واژه به چه معنایی است، معنای دقیقش، مگر به یه طریق. یعنی این مگر به یه طریق نه که معناشو بفهمید، اما به یه طریق باش کنار میاد. چطور باش کنار میاد؟ بر اساس دیدگاهی که درش میگیم رفتارگرایی. یعنی شما نگاه میکنید میبینید این آدم ها چه متناظر با استفاده‌ای که از زبان میکنن چگونه رفتار میکنن، بر همین اساس زبان رو یاد میگیرید و این میشه رفتارگرایی در مورد یادگیری زبان. در واقع اصل ماجرا اینه که شواهد ما، شواهدی که ما داریم برای فهم یک زبان کافی نیست، ترجمه های مختلفی میشه براش در نظر گرفت و بنابراین ترجمه تعین نداره. به میگیم عدم تعین ترجمه. چطوری ماجرا رو حل میکنیم؟ بر اساس رفتارگرا. خب دیگه این شمارش کرده معکوس خیلی وقته که داره کار میکنه و وقتی کلاس من تمومه، انشالله که ترمتون خوش گذشته باشه و یه چیزا یاد گرفته باشید. وقت بخیر.